سلام دوستان، من محسن هستم و با یه ویدیو دیگه از مجموعه ویدیوهای تاریخی جو پادکست در خدمت شما. امروز میخوام براتون در مورد تاریخ جذاب یک کشور درجه یک دنیا صحبت کنم، هندوستان. میخوام در مورد هندوستان نوین و معماران هندوستان نوین کمی با هم گپ بزنیم. جو پادکست. هند، کشوری که سالهای سال مورد تعرض و هجوم دولت‌ها و مملکت‌های مختلفی قرار گرفته، از اون جمله میتونم از داریوش بزرگ خودمون براتون بگم، از مغول‌ها، از ترک‌ها، از اعراب که اسلام رو به هند بردن و از اروپایی‌های مثل پرتغال و بریتانیا که هندوستان رو بهشت خودشون میدونستن. با ظهور جنبش استقلال طلبی هند، نامه استقلال هند در تاریخ 15 اوت 1947 امضا شد و کشور هندوستان از استعمار بریتانیای کبیر یا همون انگلستان خارج شد. اما یه اتفاق خیلی مهمی همون موقع افتاد، اونم این بود که بخشی از این کشور که بخش مسلمان نشینش بود از اون جدا شد و نام پاکستان رو به خودش گرفت. دلیل این جدایی این بود که مسلمان‌های کشور با سیک‌ها و هندوها کنار نمی اومدن، یه دو سال جنجالی و خونین با هم داشتن و بعد به همت محمد علی جناح تونستن که از خاک هندوستان اعلام جدایی بکنن و کشور پاکستان رو تشکیل بدن. امروز میخوام در مورد سه تا از تاثیرگذارترین چهره‌های هندوستان نوین براتون صحبت بکنم. با من همراه باشید، یه ویدیوی درجه یک جذاب. مهاتما گاندی، اسم کوچیکش مهندس کارامچاند بود که بعدها مردم هندوستان او رو با اسم مهاتما صدا می زدن به معنی روح بزرگ. مهاتما در شهر پوربندر هند در یک خانواده اشرافی حوالی دریای عمان به دنیا آمد. تحصیلات ابتداییش رو در همون شهر خودش به پایان رسوند و در نوجوانی دچار یک بحران فکری مذهبی شد و با ارزش‌های اجدادیش و باورهایی که در جامعه رسوخ کرده بود دچار مشکل شد. بعد از این دوره او به انگلیس رفت برای تحصیل در رشته حقوق در مدرسه حقوق لندن. وقتی در سال 1891 به هند برگشت که مادر خودش را از دست داده بود، در 21 سالگی و در سال 1893 برای ادامه جریانات شغلیش و تحصیلی که داشت به آفریقای جنوبی رفت. در رشته حقوق قرار بود که اونجا فعالیت بکنه. در همون آفریقای جنوبی بود که استارت اولین تفکرات سیاسی مهاتما خورد. اونجا مورد بیمهری‌های زیادی قرار گرفت. مثل چی؟ مثل اینکه اون رو مثل رنگین پوستای آفریقایی اجازه بهش نمیدادن توی قطار با اروپایی‌ها، با مسافرهای اروپایی بشینه و باید کف در واقع قطار مینشست کنار راننده. مورد دیگه این بود که به هندی‌های آفریقای جنوبی اجازه نمیدادن، همه خارجی‌ها به نوعی اجازه نمیدادن در معابر عمومی تردد بکنن و اگر این اتفاق میافتاد پلیس با اونها درگیر میشد. در یکی از دادگاه‌هایی که حضور داشت، قاضی دادگاه ازش میخواد که عمامه سنتی هندیش رو از سر برداره که اونجا دیگه از کوره در میره و امتناع میکنه و اینجا دیگه سر و شکل یک آدم مبارز شروع میکنه در این آدم صورت گرفتن و پیدا شدن. قرار بود که به هندوستان برگرده اما اقامت خودش رو در آفریقا تمدید کرد. با خودش عهد کرده بود اونجا شروع بکنه به یه سری مبارزه و سازماندهی بکنه نیروهای مخالف و ملیگرا رو، از طرفی هندی‌های مقیم آفریقا رو سازماندهی کرد، حق رأی رو اونجا براشون گرفت و کلی مبارزات دیگه که باعث شد چهره این آدم در آفریقای جنوبی شروع بکنه
به تغییر کردن. در همون آفریقا بود که استارت مبارزه بدون خشونت خورده شد در ذهنیت و شکل و شیوه فکر مهاتما گاندی. اما به هر حال تا سال 1914 و آغاز جنگ جهانی اول، گاندی هنوز خودش رو فردی از افراد امپراتوری بریتانیا میدونست. در جریان جنگ کلی کمکشون کرد، کمک فکری و کمک استراتژیک بهشون کرد، ولی در جریان جنگ انگلیسی ها اصلا قدر هندی ها که اون همه پشتیبان اونها بودن در جنگ رو ندونستن. این قدر نشناسی باعث یک نوع خشم عمومی در هند شد و این خشم عمومی داشت به سمتی حرکت میکرد که اصلا انگلیسی ها دوستش نداشتن. هندی ها داشتن به استقلال خودشون کم کم فکر میکردن. در سال 1915 گاندی به هندوستان برگشت. پس تاکتیک ساتیاگراها یا نافرمانی مدنی یا به نوعی اسمش رو گذاشتن مبارزه منفی استفاده کرد. در این نوع تاکتیک چه اتفاقی می افتاد؟ گاندی چه فکری کرده بود؟ یک سری نافرمانی مدنی قرار بود انجام بشه علیه مصوبات قانونی غیر اخلاقی که امتیازات اضافی داشت به گردانندگان هندوستان که همون انگلیسی ها باشن میداد. میگفتن که باید به شکلی دور از خشونت از این فرمول نافرمانی مدنی استفاده کرد و دست از همکاری با سیستم حاکم کشید. با درک مردم هندوستان از نوع نگاه گاندی به جریانات مبارزاتی که داشت پیش می برد، جریان استقلال طلبی هندوستان از یک فاز روشنفکرانه خالی رفت به یک سمت و سوی ملی. مردم وارد کارزار شدند. انگلیسی ها طبق معمول خدعه کردن. خدعه کردنشون چی بود؟ اومدن گفتن ما اصلاحات انجام میدیم. اصلاحات درش قرار بود چه اتفاقی بیفته، چه برنامه‌ای ریختن. اومدن قدرت رو دو شقه کردن، گفتن یه بخشی شما انگلیسی ها به عهده میگیریم، یه بخشیشو میسپریم به هندی ها. خب بخش های مهم و مالی و اقتصادی و جریانات مهم یه مملکت مون دست انگلیسی ها و باقی ماجراهای محلی و در حد روستا و شهر و اینا، سطح های کوچیک کوچیک و پایین پایین رو دادن دست هندی ها. حالا هندی هایی که وارد این معامله اصلاحاتی انگلیسی ها شدن کیا بودن؟ مهره های خود دولت انگلیس و شخص ملکه. این دوتا رکن انگلیسی هندی که هر دو از یه قماش بودن، با گرفتن و بستن مطبوعات و فعالین سیاسی نفس مملکت رو گرفتن و اینجا بود که مردم دست از کار و همکاری با دولت فاسد کشیدن. این شروع یه نارضایتی عمومی بود که در سال 1947 و به اعتبار مهاتما گاندی به استقلال کشور هندوستان انجامید. بعد از به دست اومدن استقلال، مهاتما گاندی و یاران و اطرافیانش تلاش کردند کشوری قدرتمند و آزاد بسازند با رعایت حقوق کامل ملت. مهاتما شخصیتی داشت که همه انسانها رو به دور از نژاد، امتیازاتی که داشتن، ملیتی که داشتن یا مذهبی که داشتن، همه رو یکی میدید و برای همه‌شون احترام و ارزش قائل بود و به قول خودش حاضر بود برای نوع بشر رنج بکشه. گاندی عدم خشونت رو بزرگترین ابزار و وسیله برای حل مسائل ملی و بین المللی میدونست. او بهترین افراد رو کنار خودش چید و خودش به عنوان رهبر معنوی هند کار خودش رو آغاز کرد و از طرفی دولت و نخست وزیری و کار تشکیل کابینه رو به یکی از بهترین و درجه یکترین آدمای نزدیک خودش، یعنی جواهر لال نهرو سپرد. نهرو از خانواده اشرافزاده از الله آباد هند بود که در شماره بعدی در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. او یک آدم کاملا تحصیل کرده، آدمی بود که اشراف داشت به مسائل جریانات مربوط به استقلال هند
و انگلیسی ها رو خیلی خوب میشناخت و همین امتیازات باعث شد که هند اولین نخست وزیر خودش رو یکی از آدم هایی ببینه که قراره از معماران هند نوین باشه. در 30 ژانویه 1948 ناتورام گوتسه که در یک آیین مذهبی مقابل پای مهاتما گاندی زانو زده بود به شکل ناگهانی بلند شد و به سینه مهاتما گاندی 3 تیر شلیک کرد و او رو ترور کرد. در دادگاه گفت به نظرم هندوستان بدون گاندی جای بهتریه و پیشرفت بیشتری خواهد داشت. اما چه مشکلی پیش اومد که یه همچین تروری اتفاق افتاد؟ این آقا و همفکرانش نظرشون این بود که امتیازات بی جهتی به پاکستانی ها داده شده از سمت مهاتما گاندی و دولت وقت و اینکه اجازه دادن اصلا بخشی از خاک کشور جدا بشه به دست مسلمانان رو اینها بر نتابیدن. خب بچه ها، این پایان شماره اول مجموعه برنامه‌ایه که ما در مورد هندوستان نوین و معماران هندوستان نوین برای شما تهیه کردیم. شماره اول رو امیدوارم دوست داشته باشید و ما رو به دوستان خودتون معرفی بکنید. یادتون نره ما رو سابسکرایب کنید. کامنتاتون باعث امید بیشتر ماست. اگر پیشنهادی داشتین حتما برای ما کامنت بکنید. زنگوله اون گوشه رو هم فراموش نکنید. ممنونم که امروزم با من بودین. خدا نگهدار.